thank خانم سلام خوش آمدید به پرسش و پاسخ از لندن و امیدوارم خوب و سرحال باشید پرسش و پاسخ از لندن برنامه است مستقل که برای روشنگری بر پایه گفت و شنود با کارشناسان و خبرسازان تهیه می شود و به هیچ کشور نهاد و یا گروهی وابسته نیست این برنامه را میتونید از کانال ماهواره یور تایم جمعه شب و شنبه شب ساعت 21 به وقت تهران و همینطور سایت بیژن فرهودی دات کام و شبکه های اجتماعی یوتیوب، ایکس، تلگرام، تصویری و صوتی، فیسبوک و اینستاگرام تماشا کنید. مهمان برنامه این هفته جمعه 20 بهمن 1402 حسین آقایی هستند. پژوهشگر روابط بین و امور استراتژیک. درود بر شما دکتر آقایی. درود بر شما جناب فرودی عزیز و درود به همه هموطنان عزیزم در خدمت شما هستم دوستان عزیز بدون شک پرتنش ترین منطقه جهان در حال حاضر خاورمیانه است که از هفت اکتبر صحنه درگیری های خونین اسرائیل و اعضای گروه تروریستی حماس بوده که هزاران کشته و زخمی و خسارات مالی هنگفتی به جای گذاشته است جنگ اسرائیل و حماس همچنین به حملات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق به منافع آمریکا در منطقه و حملات حوسی های یمن به کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ منجر شده است. ایالات متحده تحت رهبری جو بایدن در پی تعللی پنج شش روزه حملات هوایی محدود خود را علیه گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در سوریه و عراق به تلافی کشته شدن سه سرباز آمریکایی در اردن آغاز کرد ولی هنوز به پایگاه های سپاه در داخل ایران که در مورد انجام آن گمان زنی هایی به عمل می آمد حمله ای صورت نگرفته است آقای آقای تجزیه و تحلیل شما از وضعیت منطقه جنگ اسرائیل با حماس عملیات نظامی آمریکا علیه گروه های مزدور جمهوری اسلامی و همینطور عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا علیه حوسی ها چیه؟ اگر بخوایم تاثیر بزرگتر رو نگاه بکنیم به نظر می که منطقه خاورمیانه میانه بعد از جنگ حماس و اسرائیل یعنی بعد از هفتم اکتبر 2023 وارد یک فاز جدیدی شده و خاورمیانه میانه در واقع با یک نقطه عدفی رو برو هستش و سرنوشت جنگ حماس و اسرائیل تعیین میکنه که اون نظم منطقه‌ای و حتی نظم فرامنطقه‌ای در سایه جنگ روسیه و اوکراین به چه سمتی به چه سویی بره و چگونه رقم بخوره بنابراین حالا نمیشم زیاد در مورد این سرنوشت جنگ بزرگ نمایی کرد ولی واقعیات نشون میده که به حال این جنگ حماس و اسرائیل سرنوشتش هر چه که باشه روی نظم منطقه تاثیر میذاره مجموعه اقداماتی که آمریکا انجام داده تا الان برای اینکه به نوعی جلوگیری بکنه از باز شدن جیپ های جنگ بزرگتر در منطقه خاور میانه به نظر من تا حدی شاید فقط در رابطه با اینکه جیب جنگ بزرگتری باز نشده به صورت یک جنگ تمام ایار موفق بوده ولی بسیار بسیار این وضعیت شکننده و متزلزل هست داره آمریکا تلاش میکنه که فشار بیارن روی اسرائیلیا که یک آتش موقت یا دائمی رو قبول بکنن که بلکه از نگاه دولت بایدن اگر یک آتش بس موقت یا دائمی در ادامه برقرار بشه شاید تنش زودایی در منطقه صورت بگیره در گام اول ولی به نظر نمیاد که این یک روی کرده دراز مدت و خیلی محکم و قاطعی باشه آه. و در این حال که این تلاش را دارن انجام میدن ولی ما میبینیم که همچنان حوسی دارن حملاتشون رو ادامه میدن هیچ سیگنالی ما نمیبینیم هیچ شواهدی وجود نداره که اینا حملاتشون رو برغم عملیات ای آمریکا توی منطقه کاهش بدن بنابراین هنوز اون معما برای آمریکا وجود داره که آیا میتونه در برابر این نیروها اون بازدارندگی رو ایجاد بکنه یا نه بیشتر در مورد عملیات آمریکا صحبت خواهیم کرد برگردم به این طرح آتش بس که آقای بلینکن سعی کرد اون رو به نوعی به اجرا در بیاره ولی مثل که موفق نشده و برگشته به واشنگتن ظاهرا حماس پیشنهاد کرده که در ازای خروج کامل اسرائیل از غزه 135 روز آتش بس برقرار بشه و همه گروگان ها آزاد بشن شما در توییتی نوشتید که پذیرش هر گونه آتش بس طولانی که امکان جنگیدن و جلوی مومنتوم عملیات نیروهای دفاعی اسرائیل IDF را بگیره یک شکست راهبردی بزرگ برای اسرائیل و به معنای نوشیدن جام زهر توسط این کشور خواهد بود به نظر شما پایان مطلوب این جنگ برای اسرائیل چی میتونه باشه؟ پایان مطلوب جنگ برای اسرائیل وضعیتی هستش که در اون حماس به هیچ وجه قوای حکمرانی رو در غزه نداشته باشه و وضعیتی هستش که حماس در نتیجه عملیات ارتش اسرائیل از لحاظ نظامی یا به صورت حداکثری تضعیف بشه و در خوشبینانه ترین حالت کلا از بین بره از لحاظ نظامی اگه بخوایم واقع بین باشیم بعید به نظر میاد که کل قوای نظامی حماس به صورت حداکثری و حتی 100 درصدی از بین بره ولی اسرائیل به نظر میاد که عزمش هستش که این قوای نظامی هماس به صورت حداکثری تضیف بشه تا حدی رسیدن به این هدف خودشون به خصوص در مناطق شمالی و تا حدی در مناطق مرکزی برای اسرائیل برای اینکه به اون هدف خودش برسه نیاز داره که عملیات ها رو حتی اگر شده به صورت عملیات ها با شدت کمتر در مناطق جنوبی مثلا خانیونس و رفع ادامه بده تا بتونه به اون هدف خودش برسه یعنی تضیف حداکثری قوای نظامی حماس ولی اون نقطه اشتراک بین آمریکا و اسرائیل به رغم هم همه اختلافات این استش که حماس نباید کنترل روی غزه داشته باشه این دقیقاً چیزی هستش که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم بیان کرد توی مصاحبه‌ای اخیرش همین چند روز پیش تو شبکه خبری مختلف گفتش که حماس نباید دیگه قوای رو داشته باشه ولی ترجیح آمریکا و اینه که تشکیلات خودگردان فلسطین به صورت احیا شده قدرت رو در دست بگیره اینجا باز بین آمریکا و اسرائیل مخالفت وجود داره دست کم بین دولت نتانیاهو و آمریکا چون تا الان دولت نتانیاهو به هیچ وجه حاضر نیستش که تشکیلات خودگردان فلسطین یک قدرت رو در غزه داشته باشه این دیگه حل حل و فصلش به اینکه این کشورهای عربی هم مثلا عربستان نقش ایفا بکنن کشورهای منطقه شاید کنسرسیومی متشکل از کشورهای عربی بیان نیروهای حافظ صلح بذارن توی غزه برای مدتی و بعد قدرت به یک بازیگر سالس تحویل داده بشه هنوز هیچ چیز دقیقا مشخص نیست ولی اون توییتی هم که من دادم نشون میده که یعنی برداشت من این استش که اگه ما بخوایم نگاه بکنیم به اون دکترین های امنیتی و نظامی اسرائیل از زمان دستگم گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل به این سو و بعد, بعد دایان و بقیه نخست وزیرها در اسرائیل نمیتونه اسرائیل تو این وضعیتی که فکر بکنه دائما ممکنه حماس یا حزب الله دست به یک هفتم اکتبر دیگه ای رو بزنه بتونه برای مردم خودش به این صورت تامین امنیت بکنه بعد حتما مطمئن باشه که هماس به لحاظ نظامی یا از بین میره یا تضعیف میشه فقط نه هماس بلکه به نظر من اسرائیل در یک مقطعی نه در کوتاه مدت شاید لزوما ولی به هر تا یک سال تا دو سال دیگه وارد جنگ با حزب الله هم ممکنه بشه بنابراین من فکر کنم با اون نگاه به دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل اسرائیل به هیچ وجه نمیتونه یک حماس رو به صورتی که قدرت داشته باشه در غزه قبول بکنه ولی اینکه چه روندی به وجود بیاد که این این گذار قدرت این رژیم چنج در داخل غزه به وجود بیاد این بستگی به این داره که تلاشهای دیپلماتیک چقدر نتیجه بده در نگاهی به گذشته های آقای می بینیم که هر وقت اسرائیل در آستانه نابودی کامل این گروه های تروریستی بوده آمریکا آمده وسط و سعی کرده که یک آتشبسی برقرار کنه و با بس هم در واقع تحمیل کردن به اسرائیل فکر میکنین این بار اسرائیل واقعا بپذیره که یک آتشبس تحمیلی و نتونه اون کاری که میخواد انجام بده یادتون باشه آقای نتانیاهو در اون روزهای نخست گفت که یک جنگ سخت و طولانی در راه خواهد بود و خاورمیانه کاملا تصویرش تغییر خواهد کرد ببینید رو اشاره بکنم که خود مقامات ارشد نظامی اسرائیل از جمله جنرال هرتسی هالوی رئیس ستاد کل ارتش و حتی خود یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل اینا گفتن که دستیابی به اهداف راهبردی اعلامی اسرائیل نیازمند زمان است این اهداف اهداف پیچیده هستش یعنی اونا اذعان میکنن که به این راحتی نیستش که شما بخوای در واقع به اون هدف راهبردی خودت برسی اونا هم هیچ ددلاینی تعیین نکرده بودن که مثلا در فوریه یا ژانویه 2024 به تمام اهداف راهبردی خودشون میرسن این نیازمند زمان هست و مشکلم هم همین الان بین واشنگتن و تل که چقدر زمان اسر... اسرائیل نیاز داره که به اهداف راهبردی خودش برسه و بیم اینو داره آمریکا که وقتی اسرائیل داره این اقدامات رو انجام میده از اون طرف جمهوری اسلامی با حوسی بقیه نیروهای شبه نظامی بخوان تحریک بکنن و یک جبهه جنگ جدیدی رو باز بکنن اون چیزی که ما توی گزارش ها میبینیم گزارش هایی که بیشتر تحلیل های نظامی هست ظاهرا اسرائیل برای رسیدن به اون اهداف راهبردی خودش یعنی تضیف حداکثری قوای نظامی حماس یا از بین بردنش ولی ترجیحا همون تضیف حداکثری قوای نظامی حماس آزاد کردن کلیه گروگان ها و ایجاد واقعیت امنیتی جدید در غزه تا او اوت و سپتامبر امسال به زمان نیاز داره یعنی کلا نه ماه از ژانویه که بگذاره به زمان نیاز داره به تدریج به شکلهای مختلف این عملیات رو انجام بده در مورد آتش بس که تحمیل بکنن ممکنه یک آتش بس موقت رو اسرائیل بپذیره برای اینکه گروگان ها آزاد بشن ولی آتش بس دائمی با نگاه به اون دکترین های امنیتی نظامی اسرائیل به نظر من بعید هستش و همونطور که اشاره کردم هر گونه پذیرش آتش بس دائمی این رو من از نقطه نظر استراتژیک میگم اصلا نمیخوام از طرفی حمایت بکنم این یک مسئله کاملا فنی با نگاه به اون دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل هر گونه پذیرش آتش بس دائمی یک شکست راهبردی برای اسرائیل خواهد بود قمار هستش بر سر موجودیت اسرائیل و یک نکته کلیدی مهم هم که نگران میکنه من رو شاید خیلی از ناظران رو این هستش که ببینید مسئله اینه که به حال در تحلیل نهایی اسرائیل چه نتانیاهو باشه چه نباشه آیا قبول میکنه وجود یک کشور مستقل فلسطینی رو اون چیزی که آمریکایی‌ها دارن روش تاکید میکنن مسئله ای که حتی عربستان سعودی هم روش تاکید داره میگه اگر اسرائیل این رو بپذیره من روابطم رو عادی میکنم این پرسش بزرگ هست شواهد نشون میده که مردم اسرائیل بعد از 7 اکتبر که این اتفاق افتاد حاضر نیستن یک کشور مستقل فلسطینی رو در کنار خودشون داشته باشن این اصلا ربطی به دولت نتانیاهو نداره این ترومای مردم اسرائیل هست این روی بشه چی جوری حل به نظر من خیلی مهمه و نشانه های دیده نمیشه که حل بشه این ماجرا در کوتاه مدت و این نگران کننده است چون باعث میشه که احتمال جنگ بیشتر بشه و نارامی ها بیشتر بشه در منطقه خب حالا کمی صحبت کنیم در مورد عملیات نظامی آمریکا علیه که گروه های مزدور رژیم خامنه ای در منطقه ظاهرا یکی دو شب اخیر موفقیت های داشتن آمریکایی ها و دو تن از رهبران یکی از این گروه ها کتایب اسلام اگه اشتباه نکنم درسته کتایب حزب الله در حزب کتایب حزب الله رو از از پا ای یک عکسی دیدم که فقط ظاهرا یک لنگ کفش از رهبر گروه باقی مانده بود روی زمین در مورد این عملیات میخواستم باتون صحبت کنم با توجه به اینکه یکی از افسران اطلاعاتی سابق آمریکا اسکات ریتر که نام شناخته شده یم هستش در توییتی نوشته اگر فکر کنید که این عملیات چیزی غیر از یک نمایش بزرگ نور و صدا بوده دیوانه هستید بعد یکی دیگر از مقامات پیشین آمریکا این نوشته که یک حمله 500 میلیون دلاری علیه چند ساختمان و مرکز فرماندهی خالی در پاسخ به یک حمله پهپادی 500 دلاری که جان سه آمریکایی را گرفت که گفته میشه این پهپاد ساخت جمهوری اسلامی بوده برداشت شما چی از عملیات نظامی آمریکا در منطقه خب ببینید اون حمله به تاور 22 یا برج 22 که در نتیجه اون سه سرباز آمریکایی کشته شدن اون اتفاق بسیار مهمی بود که اینم به نظر من ناشی از ضعف دولت بایدن بود که نمیخواست مجموع اقداماتی رو به صورت قاطع انجام بده که این واقعه رخ نده ولی خب به حال بعد از اون حمله یک سری اقدامات رو آمریکا انجام داد و در گام اول حمله کردن به مواضع نیروهای قدس سپاه در عراق و سوریه که گفتن 40 50 تا از این نیروها کشته شدن ولی خود مقامات آمریکایی هم اذعان کردن که هیچ نیروی قدس سپاهی در جریان حملات آمریکا کشته نشدن به اون مواضعشون در عراق و سوریه بعدش این حمله دیروز رخ داد و یکی از فرماندهان ارشد کتای به حزب الله اون فرمانده واحد پهباد کتای به حزب الله در نتیجه حمله دقیق و هدفمند آمریکا کشته شد ببینید من فکر نمی کنم که این حملات رو میشه خیلی دست کم گرفت ولی اون قدم این حملات قطعا قاطع و محکم نیستش که منجر به اون بازدارندگی حد یا بیشینه بازدارندگی بشه که من همیشه روش تاکید کردم به نظر میاد که آمریکایی‌ها سعی میکنن مرحله به مرحله گام بردارن شاید به صورت دیپلماتیک توی کانالای به احتمال زیاد نشاید یک سری هشدارها رو دادن قطعا با تهران از طریق حالا میانجیگرها یا خودشون به طور به غیر مستقیم در مذاکره هستند که بگن اگر جمهوری اسلامی با نیروهای شبه نظامی خودش حملاتش رو مشخصا ها ادامه بده این کانسیکوئنس ها این تبعات رو خواهد داشت ولی اونا نمیخوان اول بازی بزرگ رو انجام بدن سعی میکنه دولت بایدن همچنان به نظر من اون سیاست مماشات رو با جمهوری اسلامی تا جایی که ممکنه ادامه بده و سعی بکنه بیشتر روی اسرائیل فشار بیاره که مثلا یک آتش بس موقت یا دائمی رو بپذیره این سیاست مماشات دولت بایدن باعث میشه که ما این تحولات توی منطقه ببینیم البته اینکه از منظر هزینه و فایده نگاه بکنیم درسته هزینه کمتری داره این حملات برای نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی هزینه بیشتری داره برای آمریکا بخوان مقابله بکنن ولی من اینو بارها گفتم دولت بایدن باید تصمیم بگیره که اساسا چه استراتژی رو در برابر جمهوری اسلامی میخواد ترسیم بکنه اصلا استراتژی داره من استدلالم این که اصلا دولت بایدن یک استراتژی مشخصی رو در جمهوری اسلامی نداره کماکان با اون سیاست مماشاتش ادامه میده و این مشکل هستش اگر آمریکا بخواد اون بیشینه بازدارندگی رو تثبیت بکنه به صورتی که نه اینکه حملات نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه به صرف برسه نه این امکان پذیر نیست اگر آمریکا میخواد که این حملات سیر نزوری پیدا بکنه کمتر بشه به صورت شاخص که دیگه سرباز آمریکایی کشته نشه از لحاظ راهبردی اینا مجبور هستن که به خود جمهوری اسلامی در یک مرحله پاسخ بدن این چیزی هستش که خود فرانک مکنزی فرموده سابق سنتکام هم اخیرا در مصاحبه‌ای که داشت گفتش که ما کاری کردیم با دست خودمون که به گفته او ایران رو از لیست هدفها حذف کردیم این بی نیستش که من خانه حمله به ایران هستم در واقع این مسئله است بسیار فنی و راهبردی که شما اگه می‌خواید این اتفاق رو جور بکنی باید یک حسی به دشمن خودت از نگاه آمریکا و جمهوری اسلامی بدی که در خطر هستی در داخل در خطر هستی به خاطر همین اگر این حس رو نکنه جمهوری اسلامی به حملات خودش ادامه خواهد داد و شواهد هم همین نشون میده خب در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه ایران نیروی نیابتی نداره و تاکید کرده که جمهوری اسلامی به دنبال تشدید تنش نیست و اقداماتش در طول چهار ماه اخیر این مسئله رو اثبات میکنه شما به عنوان یک تحلیلگر امور استراتژیک که این گزارش ها رو به دقت مطالعه میکنید آیا هیچ نشانی از صداقت در گفتار ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران میبینید ببینید جمهوری اسلامی اساسا بر اساس صداقت عمل نمیکنه و این پترن رفتاری مقامات جمهوری اسلامی در طول 45 سال گذشته خب قطعا این رو میگه نه تنها بر اساس صداقت نیست بلکه بر, بر اساس اصل فریب هستش بسیاری از اقدامات جمهوری اسلامی و این رو هم در واقع الهام گرفتن از دکترین های فریب روسی ماسکیروفکای روسی استراتژی فریب روسا که بیشتر تو بود نظامی هستش و اون اصول انکار معقول یا plausible دینایبلیتی مثلا در مورد این گروه های شپ نظامی اگر شما نگاه بکنید به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی هر زمان که تنش بین جمهوری اسلامی و واشنگتن خیلی زیاد نیستش سعی میکنن مقامات جمهوری اسلامی بیان از این به اصطلاح جپه مقاومت یا محور مقاومت به عنوان یک دستاورد بزرگ جمهوری اسلامی یاد بکنن خیلی علنی ممکنه حتی حمایتشون رو هم بهش اشاره بکنن ولی زمانی که اون تنش بین تهران و واشنگتن بسیار بالا میره به نوعی که مجموعه اقداماتی رو آمریکا انجام میده عملا یا به صورت سیگنال های دیپلماتیک به تهران نشون میده که جمهوری اسلامی میتونه در خطر باشه اونا سعی میکنن که از همون اصل انکار معقول استفاده بکنن بگن اصلا این نیروها نیروهای نیابتی ما نیستن خیلی شبیه همون اقدامات اتحاد جماهیر شوروی هستش در دهه 1960 به خصوص دهه 1970 میلادی اتحاد جماهیر شوروی از گروه های چپگرا و گروه اسلامگرا خیلی حمایت میکرد در نقاط مختلف دنیا از جمله خود سازمان آزادی بخش فلسطین حمایت علنی میکردن و حتی روس ها برخی از این تئوریسین های نظامی روسیه میگفتن که یا روس بگیم میگفتن که تروریسم هم میتونه بخشی از اقدامات شوروی باشه برای اینکه به اون اهداف خودش برسه و اتفاقا اتحاد جماهیر شوروی هم به اصطلاح دینای میکرد و انکار میکرد که این حمایت ها رو میکنه و حتی نیروهای شبه نظامی رو داره که اونا یا نیروهای نیابتی که در کشورهای مختلف فعال هستن ولی من فکر میکنم که این اقدامات این صحبت ها در راستای همین دکترین های فریب شوروی هستش که جمهوری اسلامی از اونا به خوبی درس گرفته بله یک مصاحبه دیدم از نماینده ایران در سازمان ملل متحد که در مورد این مسائل صحبت میکرد میگفت در مورد فلسطین واضح گفتم ما سلاح میفرستیم آموزش میدهیم و آنها را توانمند میکنیم در رابطه با بقیه گروه های مقاومت همه های داریم همکاری و مشورت و گونه هم تامین مالی میکنیم بعد در مورد حوسی ها ازش پرسیدن که آیا اونا سلاح رو از شما میگیرن گفت نه اینا سلاحهای خودشون رو دارن و اونها ما به اونا اسلحه نمیدیم خودشون هشت ساله دارن می و تجربه کسب کردن آیا آقای یه ای نگاهی بکنیم به این صحبت نماینده ایران در سازمان ملل اینها کسانی که بهشون میگویند ما اسلحه بهشون نمیدیم اینها از کجا مثلا فرض کنید این چریکهای های شپ نظامیان بیابانگرد یمنی اینا از کجا مثلا موشک کروز موشک های خیلی هم مدرن هم دارن ظاهرا اینا, اینا, رو از کجا دریافت میکنن اگر جمهوری اسلامی به اینا نمیده ببینید نه همونطور که گفتم اینا استراتژی های فره به جمهوری اسلامی هستش هم جمهوری اسلامی قطعا بر اساس شواهد موجود که خود آمریکایی ها همین اخیرا در نزدیک سواحل سومالی بود که یک سری از این کشتی ها رو نیروهای نیوی سیلز آمریکا توقیف کردن که توش سلاحا بوده که حالا مرتبط بوده با جمهوری اسلامی یا اصلا قبل از اون این نیروهایی که در منطقه هستن نیروهای دریایی در چارچوب سنتگان فعالیت میکنن اینا بارها قایق هایی که پر از سلاح و مهمات بوده برای نیروهای حوثی یمن رو کشف کردن سلاحهای ساخت ایران رو جمهوری اسلامی هم به لحاظ نرم افزار هم به لحاظ سخت افزار به این نیروها کمک میکنه نه فقط حوثی ها بلکه بقیه نیروهای شبه نظامی ولی در این حال اون تکنولوژی یا اون فناوری ساخت مثلا موشکای کروز ضد کشتی یا موشک های بالستیک زده کشتی رو در اختیار حوسیه قرار میده و خود اپراتورهای های نیروهای سپاه بر اساس برخی گزارش ها هستند در یمن و نیروهای الله هستند اینا با همدیگه فعالیت میکنند و وقتی که اینا رو در کنار هم قرار بدیم میبینیم که واقعا ما با یک شبکه بزرگی شبکه بزرگ تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه روبرو هستیم و دولت بایدن یا اساسا آمریکا در برابر این شبکه بزرگ تروریسم جمهوری اسلامی تو منطقه یک استراتژی موثری نداره و بعد حالا من یک نکتهایی رو میخوام بگم اگر بشه در پوستش های بعدی که این چه تبعاتی میتونه برای آمریکا و برای نظم منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشه و چه خطراتی برای ایران بله بسیاری از هموطنان در کامنت های خودشون در شبکه های اجتماعی ابراز و امیدواری می کنن که آمریکایی ها به پایگاه های سپاه در داخل ایران حمله کنند و این حملات بتونه پیش درآمدی برای ریزش نیروهای سپاه و همزمان قیام مردم علیه رژیم بشه با شناختی که از دولت فعلی آمریکا دارید و اینکه بایدن نشون داده که به دنبال درگیری نظامی با جمهوری اسلامی نیست همینطور که قبل هم فرمودید و آخوندها هم همیشه زیر فشار از پرتگاه خودشون رو عقب کشیدن چنین برخوردی رو شما در چه صورتی محتمل میدونید؟ ببینید همونطور که اشاره کردم الان تا الان دولت بایدن هیچ سیگنالی نشون نمیده که بخواد به موازه مثلا نیروهای سپاه در داخل ایران حمله بکنه در حالی که بسیاری از منتقدان دولت بایدن و همونطور که گفتم خود جنرال فرانک مکنزی لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا وزیر دفاع اسبق آمریکا و مارک اسپرک اونم وزیر دفاع سابق آمریکا بود تمامی اینها اشاره کردن که شاید دولت بایدن در یک مرحله به این نتیجه برسه که باید در یک به یک موازی نظامی در داخل ایران که مرتبط هستش با سپاه حمله بکنه البته من این مسئله رو مطرح کردم که از لحاظ استراتژیک و مسئله نظامی برای اینکه اون بیشینه بازدارندگی به وجود بیاد مثلا هدف قرار دادن یک سری از کشتی های نظامی یک سری از نافچه ها در بنادر جنوبی یا یه سری کشتی, ها در، کشتی های نظامی در تنگه هرمز یا خلیج فارس اینها میتونه هدف باشه مثلا همون کشتی تجسسی بهشاد یا کشتی لوجستیک ساویز اینها هم بحثایی هستش که ممکنه در یک مرحله ای آمریکایی ها قصد داشته باشن که به با حمله بکنن ولی به نظر دولت بایدن حساب ویژه باز داره روی اینکه جمهوری اسلامی ها رو میشه از طریق دیپلماتیک مهار کرد و از اون طرف روی اسرائیل فشار بیارن من استدلالم این هستش که این سیاست دولت بایدن جواب نخواهد داد و این نیروهای شبه نظامی تا زمانی که اون اهرام زور و اون اون در واقع قدرت نظامی رو به صورت فراگیر لمس نکنن دست از حملات خودشون بر داشت و به میشه گفتش که جمهوری اسلامی و این نیروهای پروکسی جمهوری اسلامی هم عملا دولت بایدن رو وجب کردن و این حملاتشون هم دارن ادامه میدن ولی دولت بایدن نمیخواد تا الان هیچ اقدامی رو در این راستا انجام بده ولی من اینو صد درصد رد نمیکنم که اگر حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه به شکلی که مثلا سرباز دیگه کشته بشن یا خیلی وضعیت خطرناکتری رو به وجود بیاره آمریکا مجبور نشه یه سری اقدامات رو انجام بده حتی علیه نیروهای قدس سپاه به صورت مستقیم تر ولی احتمالا گام به گام, بر... گام, به گام در واقع سعی میکنه که حرکت بکنه ولی بازم من به دولت بایدن به هیچ وجه خوشبین نیستم چون تحلیل من این هستش که دولت بایدن نمیخواد پاس گل به مردم ایران بده نمیخواد در واقع در جهت منافع مردم ایران گام برداره و سعی میکنه که همون سیاست مماشات رو با دولت در واقع با جمهوری اسلامی پیش بگیره ولی میگم این مماشات در واقع به ضرر خود آمریکا تموم خواهد شد بله بسیاری از هموطنان معتقدند که تنها استراتژی آمریکا حفظ رژیم جمهوری اسلامی در منطقه است به عنوان یک لولو سر و با اونجا باشه که بتونن اصله رو به کشورهای عربی بفروشن نظر شما چی؟ جناب فرادی ببینید من میخوام یک بود کلانتر رو اصلا نگاه بکنم به ماجرا کل ماجرا و خطراتی که منطقه رو جهان رو و ایران رو تهدید میکنه ببینید الان دنیا در یک مسیر گذار قرار داره یعنی نظام بین الملل در, در حال طی کردن مسیر گذار سرنوشتساز و خطرناک است این گذارم یعنی گذار نظام یا نظم بین المللی پسا جنگ سردی که با محوریت آمریکا بود به سمت یک نظمی که شاید در واقع اون چند قطبی باشه یا اصلا هیچ نظمی نباشه یعنی بینظمی کامل کیاس یا آشوب کامل باشه و این نظم بین المللی که در پس, پس از جنگ سرد بوده در واقع همون مسئله ایستش که فرانسیس فوکویاما در کتاب خودش در سال 1992 بعد از فروپاشی جماهیر شوروی از اون به عنوان پایان تاریخ The End of یاد کرد ولی نکته کلیدی این هستش که دو بازیگر یعنی چین و روسیه در حال به چالش کشیدن این نظام یا نظم بین المللی پسا جنگ سردی هستند و از مهره های خودشون در صفحه شرطنج جیوپولیتیکی منطقی و فرامنطقهی یعنی جمهوری اسلامی، بلاروس، ونزوئلا و کره شمالی این کشورها استفاده میکنن که آمریکا رو به چالش بکشن برابر این پرسش کلیدی برای دولت آمریکا این هستش که واقعا در برابر این مسائل چه پاسخی رو داره و الان این چالشی که آمریکا باش روبرو شده یعنی چالشی که نظم بین‌المللی باش روبرو شده تو سه تا جنگ ما تبلور اون رو میبینیم یکی جنگ روسیه با اوکراینه یکی جنگ حماس با اسرائیل و دیگری اون تقابل چین با آمریکا بر سر مسئله تایوانه استدلال من این است که دولت بایدن در هر سه مورد تا الان ضعیف عمل کرده در هر سه مورد سیگنال ضعف داده در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین می‌بینیم که الان اوکراینی‌ها به شدت ناراضی هستند و خواهان سلاحهای های بیشتری هستند و گزارش ها نشون میده که اوکراین نمیتونه امسال دست به یک ضد حمله موثر بزنه میره برای سال 2025 اینکه آمریکا چقدر بتونه کمک بکنه سلاح بده اینا همه پرسش هست الان وضعیت لایحه کمک مالی به اوکراین در کنگره مشخص نیست در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل استدلال من این هستش که آمریکا با سیاست مماشات خودش باعث میشه که جمهوری اسلامی به این شرارت خودش توی منطقه ادامه بده بنابراین پرسش کلیدی در رابطه با مسئله خاورمیانه یعنی این هستش که قبل از جنگ حماس و اسرائیل آمریکا داشت تلاشایی میکرد این رو هم واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم داشت تلاشایی رو میکرد که یک موج آشتی یا عادی روابط شک بگیره و داشت این امر رخ میداد تا جایی که ما رسیدیم به اینکه عربستان و اسرائیل ممکنه که رابطشون رو عادی بکنن بعد از این مسئله بود که رهبر جمهوری اسلامی اومد گفتش که کشورهایی که روابطشون رو عادی میکنن با اسرائیل اسب بازنده هستن و بعد از این سخرانی بود که حمله تروریستی حماس رخ داد این برداشت آمریکایی و برنامه آمریکایی این بود که شاید بشه منطقه رو آماده کرد که یک موازنه قوای درونزای منطقهای بین بازیگران خود منطقه شک بگیره که آمریکا به تدریج تعهدات نظامی و امنیتی خودش رو کم بکنه تو منطقه خاور میانه برای اینکه به پرازه به چالش بزرگتری که در پیش رو داره یعنی مسئله چین و تا... تا... تایوان مسئله خود جنگ روسیه و اوکراین ولی کاری که جمهوری اسلامی کرد با حماس این بود که این بازی رو بخوان به هم بزنن چون جمهوری اسلامی نمیخواد یک نظم منطقه‌ای شک بگیره که به نفع کل کشورهای منطقه باشه روابط بین عربستان و اسرائیل عادی بشه و این موازنه قوای در اون منطقه بین بازیگران مختلف در منطقه با اش مشارکت و ادغام اسرائیل در سازوکارهای امنیتی در منطقه شکل بگیره چیزی که عربستان میخواد چیزی که امارات میخواد بنابراین این پرسش پیش روی دولت بایدن و اساسا آمریکا پیش میاد که آیا آمریکا میخواد به یک نظم و ثبات نسبی در منطقه خاور میانه دست پیدا بکنه که به پردازه به اولویت های راه بردی دیگه خودش آیا نفع آمریکا در نوعی آشوب و بی کنترل شده در منطقه خاور میانه هستش که طلایدار این پیش این بی و نارامی خود جمهوری اسلامیه و آمریکا مشکلی با این آشوب کنترل شده جمهوری اسلامی نداره یا یعنی اینکه نه آمریکا میخواد اون ثبات و صلح نسبی ایجاد بشه من استدلالم این هستش که جمهوری اسلامی نمیخواد در واقع این ثبات شکل بگیره و داره در راستای همون اهداف چین و روسی عمل میکنه که اون نظام بین الملل پسا جنگ سردی به ضرر آمریکا شک بخوره و رقم بخوره و خطر بزرگ برای مردم ایران این هستش که واقع حامی ندارن واقعا و تنها هستند و این خطر وجود داره که دولت بایدن بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تا الان نشون داده که جمهوری اسلامی را انتخاب کرده یعنی فکر میکنید خامنه ای و بقیه رهبران جمهوری اسلامی پیش خودشون فکر میکنن که هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن چون مثلا فکر میکنن که روسیه و چین پشتیبان اونها خواهند بود و آمریکا هم طبق اون استراتژی که داره نمیخواد تاسن با جمهوری اسلامی درگیری پیدا کنه ببینید من نمیخوام سیاه و سفید نگاه بکنم اینکه میگم دولت بایدن بین جمهوری اسلامی و مردم ایران جمهوری اسلامی رو انتخاب کرده این به این معنی نیستش که هر کاری جمهوری اسلامی انجام بده دولت بایدن همین دولت بایدن و دموکرات ها ازش تمام حمایت خواهند کرد اگر این درست بود که اونا در واقع حتی همین حملات نظامی رو انجام نمیدن یه سری نمیدادن یک سری خط قرمز های وجود داره ولی این سیگنال ضعفی که دولت بایدن داره نشون میده که وقتی جمهوری اسلامی خط قرمز آمریکا رو رد میکنه یعنی کشتن سرباز آمریکایی و بعد دولت بایدن نمیاد خط قرمز جمهوری اسلامی رو رد بکنه یعنی کشتن نیروهای قدس سپاه این تو عالم واقعیت در روابط بین الملل سیگنال ضعف هست این یعنی دولت بایدن تا الان داره با جمهوری اسلامی مماشات میکنه من استدلالم این استش که دولت آمریکا میتونه اگر بخواد اون بازدارندگی ماکسیموم رو به وجود بیاره به طوری که اون نظم یعنی همین الان اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو بتونه تا حدی مهار بکنه و منطقه رو آماده برقراری یک صلح و ثبات نسبی بکنه با عادی سازی روابط بین عربستان و اسرائیل این نیازمند این هستش که مماشات رو کنار بذاره و با جمهوری اسلامی برخورد قاطع بکنه هم نظامی به صورت محدود و هم به صورت دیپلماتیک کار رو پیش ببره ولی من فکر میکنم دولت بایدن نمیخواد این استاتسکو و از موجود تو منطقه عوض بشه به صورت ناگهانی و نمیخواد که در واقع جمهوری اسلامی سرنگون بشه من فکر میکنم که دولت بایدن این رو نمیخواد و نمیخواد پاس گل به مردم ایران بده سعی میکنن باهاش بسازن تا جایی که ممکنه و حتی اگر خط قرمز رد میکنه باز هم سعی میکنن که باش مماشات بکنن و به اون قانع بکنن که از اون خط قرمزهای بیشتری که آمریکا داره رد نشه بله خب جناب آقایی اجازه بدین چند تا پرسشم که دوستان از طریق شبکه ایکس برای طرح در برنامه فرستادن باتون در میون بذارم علی نوروزی نوشته با بالاتر رفتن تنش و درگیری ها در خاور میانه ایالات متحده چه گزینه هایی روی میز داره تا بحران نیابتی ها را مدیریت و حل بکنه و اینکه با ادامه تنش ها جمهوری اسلامی با آمریکا به نظر چه تصمیمی رو واشنگتن خواهد گرفت تا خصومت های جمهوری اسلامی نسبت با آمریکا به پایان برسد بفرمایید گز، های زیادی رو دولت بایدن داره و مسئله اراده و عزم سیاسی هستش همون نقطه ای هستش که خیلی از دیگر تحلیلگران که حتی در بین خود دموکرات ها هم گفتن که عزم و اراده سیاسی اگر وجود داشته باشه میشه این تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی رو از جمله تهدید نیابتی ها رو به صورت موثر مهار کرد من گفتم اون که اقدامی که میتونن انجام بدن چی میتونه باشه ولی به نظر نمیاد که این عزم اراده سیاسی فعلا تا الان که داریم صحبت میکنیم وجود داشته باشه یه،, یه گام فراتر بخوام بذارم یه مقدار کلانتر نگاه بخوام بکنم ببینید اساسا حل و فصل چالش های بزرگ بحران های بزرگ نیازمند رهبران بزرگ هست نیازمند رهبرانی که اینها ریسک تیکر باشن بتونن ریسک پذیری بالایی داشته باشن تصمیمای بزرگی رو ببینن ببینید جناب فرودی الان در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل یک هایی وجود داره بین همین جنگ و جنگ یومکیپور در سال 1973 میخوام بگم چقدر وجود رهبران بزرگ مهمه و چقدر کمک میکنه به اینکه منطقه شاید روی آرامش رو بتونه ببینه در همون جنگ یوم کیپور 1973 هم اسرائیل قافدیر شد از سوی مصر و سوریه حالا نمیخوام بپرازم به کل جزئیات ولی اون جنگ هم در بطن جنگ سرد رخ داد بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا و همون موقع هم از کارت انرژی این کشورهای عربی استفاده میکردن از امبارگو علیه آمریکا الان هم ما به نوعی توی یک بدن جنگ سرد یا حتی جنگ داغ بین آمریکا و روسیه و چین هستیم و الان هم روسیه نه از حالا کارت انرژی بری از کارت تجارت جهانی یعنی نوعم کردن تجارت جهانی استفاده میکنن که علیه اسرائیل و آمریکا اون رو پیش ببرن اون زمان در 1973 جنگ یومکیپور رو که تهدیدی بود رهبران بزرگ تبدیل کردن به فرصت یعنی ببینید چگونه هنری کیسینجر وزیر امور خارجه دولت نیکسون اومد این تهدید و تبدیل به فرصت کرد استحکام بخشید اتحاد راهبردی بین آمریکا و اسرائیل رو مصر رو از زیر یوغ اتحاد جماهیر شوروی کشید بیرون توافق صلحی رو بین اسرائیل و مصر سعی کردن در راستای یک روندی پیش ببرن و این هست تصمیم های بزرگ ما در کاخ سفید امروز رهبران بزرگی نداریم آنتونی بلینکن و جو بایدن اینا به نظر من قابل مقایسه با هنری کیسینجر یا حتی خود ریچارد نیکسون نیستن و این باعث میشه که دشمنان آمریکا بیشتر تهیج بشن بیشتر تغییر بشن که بخوان اون سیاست آشوب خودشون رو پیش برن ولی من فکر میکنم تا زمانی که این اراده سیاسی نباشه شهامت نداشته باشن رهبران قدرت های اروپایی و آمریکا و از به همین منوال ادامه پیدا خواهد کرد ممکنه تو یک فاز های صبات حالا میگم تنش کم بشه ولی با وجود جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیشه انتظار داشتش که منطقه حتی سر و صبات نسبی رو هم ببینه آیا واشنگتن میتونه تصمیمی بگیره که این خصومت های جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا به پایان برسه اونطور که این بیننده پرسیده اگر اراده سیاسی باشه میتونن یعنی اراده سیاسی وقت وجود داشته باشه که اونا به این نتیجه برسن که نفع آمریکا بودن در کنار مردم ایران هست ببینید نمیگم این اشتباه یا این برداشت غلط رو که آمریکا به نفع مردم ایران باید گام برداره نفع خود آمریکا نفع خود آمریکا و قدرت های اروپایی دست کم روی کاغذ این هستش که در کنار مردم ایران باشن تا جمهوری اسلامی رو بتونن یا سرنگون بکنن یا اینکه جمهوری اسلامی به صورت حداکثری مهار بشه به صورتی که در یک فرایندی امکان سرنگونیش به وجود بیاد مماشات استراتژی کارآمدی در برابر بر جمهوری اسلامی نیست در برابر بر روسیه نیستش در برابر بر چین نیست شما نگاه بکنید جناب فرهودی همین دولت های آمریکا با روسیه پوتینی هم مماشات میکردند یعنی از زمانی که پوتین روی کار اومد تا قبل از جنگی که علیه گرجستان کردن در 2008 و بعد سخرانی خیلی عجیب و غریب پوتین در اجلاس مونیخ که تاخت به ناتو اینا مماشات میکردن با روسیه پوتینی تا 2004 که روسیه به کریمه حمله کرد باز هم یک مقدار سعی میکردن که مهار بکنن روسیه رو ولی دیگه بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین سیاست مماشات رو همین قدرت اروپایی که نیاز داشتن به انرژی روسیه کنار گذاشتن آمریکا کنار گذاشت مماشات رو دست آخر به این نتیجه رسید که مماشات کارساز نیست به نظر من آمریکا هم در نهایت به این نتیجه میرسه که مماشات با جمهوری اسلامی کارساز نیست زد و بندهای پشت پرده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و های اروپایی که عمدتاً مسائل مالی هستش و منافع مالی هست به نظر من تا حدی کارساز بوده قطعا ولی این پایدار نیست اون چیزی که پایدار میکنه وضعیت رو ثبات رو منطقه تا حدی اینه که آمریکا برای منافع خودش هم شده برای اینکه خاورمیانه یعنی به یک صلح و ثبات نسبی برسه در کنار مردم ایران باشه ولی این انتخاب آمریک با آمریکاست باید. نائومی صفر هفت میگوید رژیم دموکرات آمریکا فقط با اسرائیل در منطقه دشمن است ولی چون 65 درصد مردم آمریکا طرفدار اسرائیل هستند رژیم آن کشور به کمک رسانه های فیک نیوز تظاهر به دوستی با اسرائیل می کند و دشمنی با جمهوری اسلامی سوال دلیل دشمنی رژیم آنگلوفیل و نئوفاشیست آمریکا با اسرائیل چیست حالات تعبیرهایی رو استفاده کردن که حالا لزوما من موافقش نیستم ولی این حالا مماشات دموکرات ها و حالا به طور مشخص دموکرات ها این حالا برمیگرده توی اون بوده کلانش من فکر میکنم به اینکه این, که این دموکرات ها پتن رفتاریشون نشون میده که یه مقدار سمپاتی بیشتری با اسلامگرایان داشتن در حالی که شاید در بین جمهوری خواهد چنین سمپاتی وجود نداشته این سمپاتی هم میتونه خیلی پنهان باشه نه اینکه کاملا آشکار باشه من یک مثال رو خدمت شما میزنم بعد از حملات 11 سپتامبر وقتی که دولت بوش اون حملات رو انجام داد به عراق و افغانستان خیلی از مردمی که یعنی اون جامعه مسلمان توی خود آمریکا اینا بیشتر به سمت دموکرات ها گرایش پیدا کردن یعنی البته شاید مجموعی از اقدامات خود دولت جمهوری خواهم تأثیر گذار بوده ولی به این نوعی سمپاتی بین دموکرات توی آمریکا و اسلامگرایان وجود داره و این مسئله رو خیلی سختتر میکنه و ما جلوه از این رو الان تو خود بطن جنگ حماس و اسرائیلیم داریم داریم می‌بینیم یعنی دولت بایدن سعی میکنه که روی اون مسئله تشکیل دولت مستقل فلسطینی تاکید بکنه من نمیگم این ایده ایراد داره ولی میخوام بگم بیشتر داره فشار رو روی اسرائیل میاره تا مثلا روی حماس فشار بیشتر روی اسرائیل تا جمهوری اسلامی در حالی که من میگم باید برعکس باشه باید فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی باشه روی هماس باشه و این مماشات در واقع از دست ازش دست بردارن ولی همونطور که اشاره شد به نظر من اونا دولت بایدن این تصمیم رو فعلا نگرفته آیا آقای فکر میکنید آخوندها تا کی میتونن قصر در برن <applause> فکر میکنم اگه واقعا بخوایم نگاه بکنیم این رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم بقا محور هست و شاید این گفته من تا حدی تلخ باشه ولی این استدلال منه که جمهوری اسلامی برای بقاش خواهد جنگید و برای بقاش دست به هر جنایتی خواهد زد کما اینکه این رو در واقع ما میبینیم پترن رفتاری جمهوری اسلامی در طول 45 سال گذشته این رو به ما نشون میده خیلی سخت هستش که ما انتظار داشته باشیم مردم ایران به تنهایی بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن این یه حالت خیلی ایدئالیستی و آرمانگرایانه هست با توجه به اون حجم سبوعیت و اون بیرحمه که ما از جمهوری اسلامی میبینیم بنابراین بدون حمایت قدرت های بزرگ به طور مشخص آمریکا به نظر من سخت است برای مردم ایران که بخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن در نهایت جمهوری اسلامی قطعا سرنگون خواهد شد چون جمهوری اسلامی از اتحاد جماهیر شوروی بزرگتر نیست اینها به نظر من نوچه های این قدرتی مثل حالا اتحاد جماهیر شوروی یعنی روس ها هستن و چینی ها اگر قدرت های بزرگ چین، روسیه و آمریکا تصمیم بگیرن و البته قدرت های اروپایی مثل بریتانیا خب جمهوری اسلامی خیلی راحت تر سرنگون خواهد شد ولی مثلا اینکه این تصمیم رو میگیرن یا نمیگیرن این تصمیم رو میگیرن که در کنار مردم ایران باشن نباشن ولی یه بازیگر دیگه اینجا اینو کوتاه بگم وجود داره توی منطقه اونم اسرائیل هست من میخوام بگم اسرائیل برای مردم ایران کاری خواهد کرد ببینید در دنیای واقعیات در عالم روابط بین الملل هیچ بازیگری برای بازیگر منافع بازیگر دیگه مردم دیگه گام بر فقط و فقط برای منافع خودشون گام بر می ولی ممکنه اسرائیل با توجه به که اون تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی بیشتر متوجه اسرائیل اسرائیل بیشتر احساس خطر میکنه از ناحیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تا آمریکا تا قدرت اروپایی اسرائیل به نظر من ممکنه که این استراتژی رو داشته باشه که مقابله جدیتری با جمهوری اسلامی بکنه به صورت مرحله ای در راستای اون استراتژی یا دکترین اختاپوس و یک زنجیره واکنش بر اساس اون تئوری که مطرح کردم تئوری زنجیره واکنش مجموعی اقداماتی رو انجام بده که این فرصت یا این امکان برای مردم ایران به وجود بیاد که در نتیجه یه سری اقدامات و به وجود آمدن نوعی واقعیت ادراکی جدید این یک اصطلاحی هستش که بسیار مهمه توی جنگ های روانی یعنی cognitive reality یک واقعیت ادراکی جدید تو بین مردم ایران که نوعی ناامیدی کامل از جمهوری اسلامی هست و حتی از ادامه زندگی جناب فرهودی از ادامه حیات با وجود, با وجود جمهوری اسلامی اونا بتونن که در واقع زمینه رو فراهم بکنن که مردم ایران در یک مرحله ای بتونن که اقدامی رو انجام بدن علیه جمهوری اسلامی ولی این نباید به این معنا باشه که مردم ایران از نقطه نظر راهبردی منتظر اسرائیل یا آمریکا یا هر قدرت دیگه ای باشن در تحلیل نهایی این مردم ایران هستن که سرنوشت ایران رو تعیین میکنن دیگر بازیگران فقط میتونن که به نوعی ابزاری حتی باشن برای منافع مردم ایران و البته اهدافی که خودشون در پیش دارن من. کاربری به نام H نوشته لطفا از ایشان بپرسید آیا قبول دارد اگر ترامپ رئیس جمهور بود الان هم سر ما را زده بود و هم ته مار چرا بایدن تعلل می کند؟ فکر میکنم اگر ترامپ بر مسند قدرت بود من استدلالم این استش که به موازی, د... موازی نظامی نیروهای قدس سپاه احتمالا در نه تنها منطقه بلکه در بخش های در بنادر جنوبی همون مسئله که گفتم اون حمله به کشتی های نظامی و اینها این کار رو انجام میداد یعنی این کاری هم که دولت ترامپ نشون داد یعنی کشتن قاسم سلیمانی این اتفاق بسیار مهمی بود یعنی اون بیشینه بازدارندگی یا بازدارندگی حد اکثری رو ترامپ دولت ترامپ با مایک پومپو و اون کابینه خودش تا حد زیادی تثبیت کرد و اگر اقدام مشابهی مثل همون کاری که ترامپ انجام داد رو دولت بایدن انجام نده شما مطمئن باشید این حملات ادامه پیدا خواهد کرد و وضعیت بدتر هم خواهد شد بنابراین دولت بایدن هم شاید یک, جایی به این مرحله برسه که باید اقدام شبیه دولت ترامپ انجام بده ولی فقط مسئله بین تهران و واشنگتن موضوع نیابتی ها نیستش مسئله خطرناک دستیابی ایران به بمب یا دقیقتر بگم جمهوری اسلامی به بمب اتم هم هست و این یه خطر بزرگه که برای اونم دولت بایدن حتی سر در گم هست من فکر میکنم دولت ترامپ شرایطی رو به وجود می آورد که نه به خاطر صرفا مردم ایران ولی برای منافع آمریکا شرایطی رو به وجود بیاره که امکان خیزش مردم فراهم بشه بیشتر جمهوری اسلامی رو تو گوشه رینگ قرار میداد و بیشتر من فکر میکنم جمهوری اسلامی رو شرمسار میکرد نسبت به اقداماتی که انجام بده که در رابطه با کشتن قاسم سلیمانی دقیقا همین کارو کرد بله اتفاقا در این هفته مصاحبه از ترامپ پخش شد که در اون به موضوع انتقام سخت ایران از آمریکا اشاره کرد و گفت ایران قبل از حمله به این الاسد در پی کشته شدن سلیمانی با من تماس گرفت و گفت داریم به این پایگاه حمله میکنیم اما حمله قرار خارج از هدف باشه و شما کاری نکنید ما باید از نظر روانی به شما مثلا ضربه ای وارد بیاوریم به گفته آقای ترامپ رهبران ایران باید به مردم نشان میدادند که دارای اقتدار هستند بله خب این دقیقا روش بازی ترامپ بود که به نظر من ترامپ با اینکه حالا یک سیاستمدار یا یک فرد حالا بگم توی عرصه رابطه بین الملل سابقه ای داشته باشه نیستش یک بیزینسمن هست و اون خود ترامپ به نظر من و مایک پمپو اینا درک بسیار بسیار عمیقی از کار کرده قدرت و اهرام زور در روابط بین الملل داشتن دقیقا این زبان استش که جمهوری اسلامی به خوبی میفهمه دولت بایدن مشکلش اینه که با جمهوری اسلامی با زبان خودش صحبت نمیکنه و زبان مماشات زبانی هستش که جمهوری اسلامی اون رو نه تنها متوجه نمیشه بلکه برعکس باعث میشه که ازش استفاده بکنه که بخواد ثباتی و ناامنی رو توی منطقه و حتی عرصه فرامنطقهی گستره تر بکنه ترام اگر خاطرتون باشه جناب فرهودی همین چند روز پیش در مصاحبه ای اومد یک هشدار خیلی مهم داد گفت اگر اقدام قاطعی انجام نشه در برابر جمهوری اسلامی فکر کنم تو همین در اینجوری داشت صحبت میکرد گفت احتمال حمله تروریستی در خاک آمریکا وجود داره یعنی خطر جمهوری اسلامی فقط برای کشورهای منطقه نیستش الان کشورهای منطقه هم عربستان امارات به نوعی با از رفتن حماس موافقن با تضیف حداکثری حماس موافقن با مهار حداکثری جمهوری اسلامی موافقن عربستان اون سند چشمانداز بی سی داره کشورهای منطقه میخوان واقعا یک صلح و ثبات نسبی باشه ولی جمهوری اسلامی اجازه رو نمیده و حتی این خطر خطر جمهوری اسلامی برای دیگر قدرت های اروپایی هم هست برای بریتانیا هست و حتی برای آمریکا و این که میگم جمهوری اسلامی یک رژیم بقا محور هست درسته اگر آمریکا یک اقدامی فراگیر رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده من نمیگم جمهوری اسلامی دستا رو میبره بالا تسلیم میشه همون ابتدا میجنگه برای بقای خودش ولی اگر اولا اراده سیاسی باشه و اون قدرت نظامی رو بتونن به کار ببرن با یک اجماع بزرگ میتونن در واقع جمهوری اسلامی رو شکست بدن و مسئله دوم این خطر اینه که در یک سری واکنش ها ممکنه جمهوری اسلامی حملات تروریستی رو در خاک آمریکا انجام بده با این همین نتورکی که داره نتورک شبکه برد. های میابتی های خودش و این خطر بزرگ خفته. خفته. همه سلول های خفته دقیقا مثل داعش مثل برد. داعش بسیار عملی. کاربری با نام اکس میپرسد آیا میتوان به چین چشم امید بست که به تغییر رژیم در ایران و بازگشت آرامش به خاور میانه کمک کند این کاربر میافزاید چنانچه به نظر میآید آمریکا از آشوب در خاور میانه استقبال می کند و این علاوه بر داستانهای قدیمی هلال شیعی و سنی نفت در برابر سلاح و و دلیل دیگری هم دارد و آن مهار چین است چین برای رسیدن به بازار اروپا از تنگه مالاکا و بعد سریلانکا و بعد بابل و سوئز عبور میکند بفرمایید ببینید چینی ها خب تا حدی این بی بیثباتی و ناآرامی اگر به صورت کنترل شده باشه لزوما به ضررشون نیستش حتی ممکنه به نفعشون هم باشه اما به صورت کنترل شده این هم به نظرم در مورد چین صادق هست هم در مورد روسیه و با توجه به حملاتی که مثلا حوسی انجام دادن به نفکش ها و کشتی ها خود چین هم به حال تا حدی متضرر شده کمتر روسیه ولی حتی یک سری میانجیگری هم انجام شد مقامات آمریکایی با چینیا صحبت کردن میخواستن به چینیا بگن که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن که این حملات متوقف بشه ولی ظاهرا پیام چینیا خیلی محکم نبوده به جمهوری اسلامی نشون میده که بی ثباتی یا نارامی نسبی به نفع روسیه و چین هست اگر کنترل شده باشه این که ما انتظار داشته باشیم جو چینی ها در واقع به رژیم چینج در ایران کمک بکنن یا موافق رژیم چینج یا تغییر رژیم در ایران باشن به نظر من خیلی با قطعیت نمیشه گفت تا جایی که بشه روسیه و چین قطعا از جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد ولی این برداشت جمهوری اسلامی هم در این حال و البته سمپات هاش اشتباهه که فکر کنن روسیه و چین بازیگرانی هستند که اگر اوزا کنترل اوزا دست همه خارج بشه حتما اینها از جمهوری اسلامی از بقای جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد حمایت نظامی میکنن روس ها یا چینی ها که خود پوتین در می 2019 علنا گفت ما آتش نشان منطقه خاورمیانه میانه نیستیم که هر اتفاقی افتاد ما بخوایم این رو در واقع این آتش رو در واقع خاموش بکنیم نکته دیگه هم این که اساسا چین یک بازیگر به اصطلاح نیو در خاور میانه یه بازیگری که فقط به منافع اقتصادی عمده خودش تو منطقه خاورمیانه میانه فکر میکنه و به نوعی بسیار فرصت طلبانه این کارو میکنه که این, این که این چرا این مسئله رو گفتم به این خاطر که من فکر کنم اساسا چین به دنبال جایگزین شدن آمریکا تو منطقه نیست یه برداشت به نظر من اشتباهی وجود داره که چین میخواد منطقه خاورمیانه رو روش سلطه کامل نظامی اقتصادی و هژمونیک پیدا بکنه به سبک آمریکا در حالی که چینی‌ها این کار رو نمیکنن یعنی یک بازیگر قدرت نیومرکانتیلیست هستن از فرصت های اقتصادی استفاده میکنن چیزی که چین و روسیه میخواد اینه که از همین جمهوری اسلامی به عنوان مهره های استفاده بکنن در راستای اون جنگ های نیابتی دکترین جنگ در منطقه خاکستری که آمریکا از منطقه خاورمیانه به تدریج بره تا اون نظم امنیتی منطقه‌ای شکل بگیره که به نفع چین و روسیه است تا آمریکا ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد بیش از حد در منطقه همین منطقه خواهر میانم تنش زایی بکنه همین بازیگران مثل چین و روسی به نظر من پشت جمهوری اسلامی رو خالی میکنن و حاضر نیستن که اون نظم امنیت نظم امنیت منطقه‌ای بخواد به طور کامل دوچاره اختلال بسیار زیاد بشه برای من این بیشتر نگاه ابزارگرایانه دارن به جمهوری اسلامی و ازش سوء استفاده میکنن و چون جمهوری اسلامی هم بازیگری هستش که منافع مردم ایران رو زیر پا میذاره و باجهای بسیار زیادی به چین و روسیه میده خب اونا به عنوان یک گاو شیرده به جمهوری اسلامی نگاه میکنن و ازش استفادهشون میکنن بله کاربری به نام جک جونز پرسیده در صورت اقدام نظامی آمریکا در داخل ایران و هدف قرار گرفتن پایگاه های سرکوب چه اقداماتی از جانب مردم و انقلابیون میتواند به سقوط رژیم منجر شود تصرف چه اماکنی اولویت دارد ببینید اولا من نمیتونم از جانب مردم ایران صحبت بکنم و هیچ نسخهی رو در واقع نمیشه برای مردم ایران کسانی که در داخل هستن از بیرون در واقع پیچید و این رو هم من اشاره کردم که اساسا این تصور من فکر میکنم اشتباه هستش که منتظر یک قدرت خارجی مثل حالا آمریکا یا بازیگر دیگه مثل اسرائیل یا هر بازیگر دیگه باشیم که اونا بخوان برای منافع مردم ایران کاری بکنن اگر قرار باشه که اتفاق توی منطقه شکل بگیره البته ما همه سناریو رو باید در نظر داشته باشیم یعنی خود جمهوری اسلامی هم برای بقای خودش علاوه بر اینکه گفتم به احتمال زیاد می جنگه این به معنی نیستش که اگر به جنگ مردم پیروز نمیشن اتفاقا من فکر کنم مردم پیروز میشن در اون نبرد ولی علاوه بر اینکه گفتم جمهوری اسلامی برای بقای خودش می جنگه. برای بقای خودش هم در داخل برنامه داره یعنی بعد از حالا مردن رهبر جمهوری اسلامی قبل از اون برنامه هایی دارن سناریوهای مختلفی هست حتی من یک سناریوی رو مطرح کردم مقالی رو در کیهان لندن نوشتم سناریوی تبدیل رژیم به جای تغییر رژیم بنابراین انواع اقسام سناریوها و گزینه ها رو جمهوری اسلامی از الان بهش فکر میکنه که مانع از این بشه که اون تغییر رژیم رژیم چینج یعنی از بین رفتن کلیت و تمامیت جمهوری اسلامی توسط مردم ایران به شکل بگیره بنابراین بازی بزرگ رو هم باید نگاه بکنیم کلان باید نگاه بکنیم ولی حالا که این اتفاق نیفتاده اگر قرار باشه مثلا آمریکا یا اسرائیل اقدامی رو انجام بدن خب من فکر میکنم دیگه همه چیز برای مردم ایران روشن هست یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی رو به نظر من توسط مردم میتونه شکست بده هیچ چیزی نیست جز خیزش حد که البته هزینه هم داره ولی من فکر نمی کنم با اون بیرحمی و سبویتی که از جمهوری اسلامی ما سراغ داریم بشه غیر از اون فاکتور عددی و حمایت خارجی قدرت خارجی جمهوری اسلامی رو شکست داد با سپاس از حسین آقایی گرامی برای شرکت در برنامه پرسش و پاسخ از لندن و با سپاس از شما دوستان گرامی در ایران و دیگر نقاط جهان که تماشاگر این برنامه بودید پرسش و پاسخ از لندن از طریق کانال ماهواره یور تایم جمعه و شنبه ساعت 21 به وقت تهران و وبسایت بیژن فرهودی دات کام شبکه های اجتماعی اکس تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک پخش می شود. در یوتیوب با کلیک روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار اون میتونید مشترک کانال ما شوید و هر ویدیویی رو که پست میکنیم بلافاصله از اون با خبر شوید و جزو نخستین بینندگانش باشید تا برنامه دیگر ساعت خوشی برای شما آرزومندم ایام به کام زن زندگی azat awesome.